سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه نسیم شمال در این ساعت در خدمتتون در یک روز پرباران در فکر میکنم تمامی کالیفرنیا، روزی با سرمای زیاد و خلاصه بارانی که بیشتر به دوش آب شبیه میمونه تا یک باران طبیعی و معمولی. روزی بسیار پر خبر رو داریم و برنامه‌ای فشرده. اجازه بدید در همین شروع برنامه به سوئد بریم و گفتگویی داشته باشم با خانم فیروزه غفارپور در مورد اعتصاب غذای دو تن از جوانان ایرانی در استکهلم سوئد و در حمایت از خانم نسرین ستوده. خانم غفارپور سلام عرض کردم. درود بر شما آقای فروزنده و تمام بینندگان تلویزیون اندیشه که در سراسر دنیا منو میبینن یا صدامو میشنن. متشکرم. اگر اتاق فرمان میتونید ما عکسی از خانم نسرین ستوده روی صفحه داشته باشیم بهتر میشه کار ما. خانم غفارپور ممکنه یه گزارش بدید که ماجرای اعتصاب این دو نوجوان یا جوان در سوئد در حمایت از خانم نسرین ستوده چیه؟ با کمال میل. در روز جمعه 23 نوامبر دو بانوی ایرانی، البته جوانن ولی هر دو مادرن، و تصمیم گرفتن که بیان و اعتصاب غذایی رو دست بزنن، ولی این اعتصاب غذا رو بی هدف و بدون درخواست برای انجام ندن. روی این اصل نامه‌ای به آقای کالبلت وزیر امور خارجه سوئد اعلام کردن که از روز 23 نوامبر ما آذردخت زمانی و سامیه رونقی میریم به اعتصاب غذا و آقای کالبلت به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا باید در مورد نسرین ستوده و به طور کل حقوق زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کنه و در مورد آزادی خانم نسرین ستوده رسما از روز جمهوری اسلامی بخواد برای آزادیش. و گفتن در این نامه، طی این نامه از آقای کالبلت خواسته شده که در تمام این مدت تا زمانی که بیانیه رسمی از وزیر خارجه یا وزارت خارجه سوئد مبنی بر این درخواست اینها دریافت نکنن، اعتصاب غذاشون رو ادامه خواهند داد. البته من همینجور تا ته سعی میکنم خلاصه ای رو بگم. پس از دو روز اتحادیه سراسری زنان ایران برای دموکراسی متعاقب این کار عزیزان اطلاعیه بسیار محکمی رو در پشتیبانی از حرکت این دو بانو نوشت و طی نامه‌ای به آقای کالبلت ضمن پشتیبانی از حرکت این دو بانو از اون آقای کالبلت خواست که باید حتما در این مورد تصمیم بگیرن. رادیوی دولتی، رسانه‌های دولتی سوئد بسیار حمایت کردن. رسانه دولتی فارسی زبان سوئد حتی با دفتر آقای کالبلت تماس گرفته و تعقیب کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد حتی اظهار کرده رسما به رادیو پژواک که این رو ما مطلعیم، کاملا در جریان هستیم، آقای کالبلت سفر هستن و روز دوشنبه برمیگردن و ما در مورد این نامه و وضع این اعتصابیون قضا 100% تصمیم خواهیم گرفت. و در این مدت چند نفر دیگه به اینها پیوستن، دو آقای ایرانی دیگه، دو جوان ایرانی دیگه که یکی از این جوانان اتفاقا آقای داوود عزیزیان بازیکن تیم باشگاه قهرمانی واترپلوی سوئد هست که تمام مسابقاتش رو حتی ول کرده و اومده و به این بانوان پیوسته. الان اینجا شما داشتید راجع به هوا میگفتید، اینجا هوا منهای 13 درجه سانتیگراد هستش. این عزیزان از جمعه تا حالا که پایان دهمین روزشون رو سپری میکنن دو بار چادر اعتصاب غذاشون منهدم شد و الان در حال حاضر توی یک ون هستن در سرمای زمستان و با استقامت این کار رو ادامه دارن میدن. شما فکر میکنین این اعتصاب غذا تا کی ادامه پیدا بکنه و وضع جسمانی این دو عزیز چطور هست؟
من واقعا امیدوارم در طی هفته آینده پاسخی داده بشه به اینها، به دلیل اینی که واقعا سرما اینقدر زیاد اینجا و فشار از طرف خود نیروهای مختلف خود همینجا سوئد هم داره به وزارت امور خارجه میشه و امیدواریم که دقیقا کاری که بچه ها یعنی ما کردیم، حالا من اعتصاب قضا شرکت نداشتم ولی به صورت سخنگو و در حقیقت گرداننده این برنامه از نظر سیاسی و پشت برنامه بودم، آقای کالبل یعنی وزیر امور خارجه سوئد یکی از وزرایی بود که در اتحادیه اروپا مخالفت کرد با هر گونه تحریم سخت به رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین این بسیار کاری حساس برای ما میدونیم، ولی امیدمون این هست که تا هفته آینده اینها پاسخ مثبت و مورد درخواست ما رو بدن. خانم این دو عزیز رو اسامیشون رو نفرمودید کیا هستن؟ خانم الان که میگم چند نفر شدن، ولی الان دو نفری که شروع کردن، خانم آذردخت زمانی، خانم سامیه رونقی و اون قهرمان واترپلو هم که بازیکن بسیار جوان بسیار نازنینی آقای داوود عزیزیان هست. و من اینجا خواستم متذکر بشم و اعلام کنم که این عزیزان با حفظ عقاید حزبی یا ایدئولوژی خودشون این کار رو فرا گروهی فرا حزبی و کردن و به هیچ عنوان قصد تبلیغ هیچ گونه حزب یا گروهی نبوده و نیست و فقط یک کار دفاع از حقوق بشر، دفاع از خانم نسرین ستوده و زندانیان سیاسی است. من بسیار متشکرم از این گزارش مختصری که به ما دادید. ما از روی شما فایلایی که برای من ارسال کردید یک گزارش تصویری هم ما داریم که در پایان این گفتگوی کوتاه که بازم تشکر میکنم که با من صحبت کردید، این گزارش رو پخش میکنیم تا بینندگان عزیز بیشتر در جریان اعتصاب هموطنانمون در سوئد در حمایت از بانوی آزاده ایرانی خانم نسرین ستوده قرار بگیرن. این گزارش مربوط به هشتمین روز اعتصاب این عزیزان هست. من به شما وقت بخیر میگم خانم غفارپور. با سپاس از شما و درود فراوان به شما و همه هموطنان واقعا و به آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران. بینندگان عزیز با هم نگاه میکنیم به گزارش تصویری از هشتمین روز اعتصاب دو بانوی ایرانی در سوئد. میان شب روز هشتم اعتصاب قضای این عزیزان هست برای آزادی نسرین ستوده، در حمایت از نسرین ستوده و کلیه زندانیان سیاسی در ایران. همینجور که میبینید اینها یه ونی رو اینجا گذاشتیم ما که روش هم قشنگ نوشته شده، به توضیح داده شده که برای چی هست به زبان سوئدی. این بچه ها دیشب در این ون بودن و حالا دو مرتبه باز ون دیگهی براشون خرید تهیه میشه امشب که یه مقدار جاشون راحت تر باشه. هر چهارتاشون اینجا دیگه امروز تقریبا به حالت ضعفن و نه جون حرف زدن دارن به اون صورت، نه از روی صورت اون عکس نسرین عزیز رو بیار پایین، چون که نبیار اصلا پایین، رو صورت بچه ها رو گرفته با عرض پوزش. این هم ونشونه. من دیگه اصلا امشب از اینا سوال هم نمی کنم. میدونم که امروز خیلی ها کمک های بیشتری کردن، هموطنان ما، اتحاد زنان برای دموکراسی، رادیو شهروند، رادیو همسفر، همه اینها حمایت کردن که ما بتونیم جای بهتری رو برای اینها بگیریم. سازمان های سیاسی، بعدن ما اسم همه رو خواهیم گفت، افراد مستقل سیاسی باز هم خواهیم گفت کیها خواهند بودن از روز اول که همیاری و واقعا همه گونه پشتیبانی رو کردن تو این مدت. برای شما عزیزان فقط یک با اون صدای ضعفتون فقط یک پیام بلند بفرستید تا من بذارم این رو توی این فیلم. زنده باد ایران آزاد. درود بر همه شما عزیزان نازنینم. تا فردا که دو مرتبه من از شما یک فیلم برای هر روز حرکتاتون. این دونه های برف هم همینجور میاد و
جلوی دوربین داره برف میاد که نشون میده که در برف و سرما شما اینجا هستید. میبرم باز دو مرتبه به مجلس سوئد و وزارت امور خارجه سوئد که همچنین اینجاست، پشت فیلم میبینید و این بچه ها هستن که در این ون هستن. امشب پایان روز هشتم اعتصاب قضاشونه. چی بود از اعتصاب هموطنان، اعتصاب قضای هموطنان ما در حمایت از خانم نسرین ستوده در استکهلم سوئد. در این قسمت از برنامه من قرار است که گفتگو بکنم با جناب دکتر مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران. اما ممکنه که یکی دو دقیقه، آیا آقای دکتر محمدی آماده هستند؟ بله، اگر هستن که میتونم شروع بکنم و مسائلی رو که داریم در خلال گفتگو با ایشون مطرح بکنم. آقای دکتر محمدی نیستن هنوز؟ بسیار، تا یک دو دقیقه دیگه آقای دکتر محمدی هم آماده خواهند بود و با ایشون صحبت میکنم. اما امروز حدود ساعت 4 صبح بود که به خبرگزاری ها نگاه میکردم، به سایت ها نگاه میکردم، ناگهان خبر اعلام مرگ دکتر احسان نراقی نظرم رو جلب کرد. احسان نراقی از کسانی بود که در علوم اجتماعی، جامعه شناسی و توسعه تحقیقات عملی در ایران نقش تعیین کننده ای رو ایفا کرد. احسان نراقی رو من از روز اولی که به دانشگاه تهران مؤسسه تحقیقات و علوم اجتماعی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دانشجو وارد شدم در اونجا شناختم. شخصیتی بود فوق‌العاده فعال، مثبت و محققی با ارزش بود. کار بزرگ او که در دوران خودش قبل از پایان دوران پادشاهی سر صدای بسیار زیادی کرد، گزارشی بود که برای فرار مغزها تهیه کرده بود در جهان سوم و گزارشی بود که سرصدای بین المللی پیدا کرد. دکتر احسان نراقی که دکترای خودش رو از دانشگاه سورمون گرفته بود، در واقع در کنار دکتر غلام حسین صدیقی بنیانگذار واقعی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران هست. او در توسعه تحقیقات اجتماعی نقش اساسی داشت و همینطور در پایه‌گذاری تشکیل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فردی تعیین کننده بود. او از یاران نزدیک زندیات هویدا بود و به دفعات اتفاق افتاده بود در هفته یک بار ما دانشجوها می دیدیم که هویدا با اون پیکان سرمه‌ای رنگ معروفش به محوطه دانشکده علوم اجتماعی می اومد که اون موقع مؤسسه تحقیقات اجتماعی بود، به دفتر دکتر احسان نراقی می رفت و ساعتی رو با هم سپری می کردن و گفتگو می کردن. هویدا برای نظرات احسان نراقی اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود و احسان نراقی قبل از انقلاب نفوذ اداری، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به طور غیر مستقیم داشت و اعتبار زیادی رو برای مؤسسه تحقیقات اجتماعی فراهم کرد و بسیاری از محققین به نام امروز دست پرورده اون دوران مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی هستند. او از مشورت دادن به حکومت چه در دوران پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی اصولا ابایی نداشت و خودش رو از این مسائل کنار نمی کشید. مدتی بعد از انقلاب به زندان رفت و آثار بسیار درخشانی از دکتر احسان نراقی باقی مانده است. هر جا که هست امیدوارم روحش شاد باشه. اجازه بفرمایید مثل اینکه آقای دکتر مجید محمدی هم آماده هستند که با هم صحبت کنیم. جناب دکتر مجید محمدی سلام عرض کردم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اندیشه. جناب دکتر محمدی شما هم خبر مرگ احسان نراقی رو شنیدید؟ بله حتما. نسبت به اون نظری دارید اصولا درباره نراقی و شخصیتش؟
خب عمدتاً در چنین شرایطی باید از دستاوردها و خدمات فرد صحبت کرد. تو آقای نراقی حدود 5-6 دهه به فرهنگ و ادب ایران خدمت کردن، در حوزه علوم اجتماعی آثار قابل توجهی دارن. من البته نقدهایی به آثار ایشون دارم، ولی عمدتاً در چنین شرایطی به نظر من عمدتاً باید به خدمات افراد اشاره کرد. به هر حال مرد بزرگی از جامعه علمی ایران، از جامعه علوم اجتماعی ما کم شد. یکی از آثار ماندنی او که به صورت کتاب کلاسیک در دانشکده علوم اجتماعی هنوز هم مورد توجه هست، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن هست، که کتابی است با ارزش و کسانی که بخوان الفبای مسائل اجتماعی رو یاد بگیرند می توانند از این کتاب هر امروز هم استفاده بکنند. آقای دکتر مجید محمدی، قبل از اینکه به دو مسئله اصلی سوریه و کنفرانس پراگ با هم بپردازیم، دو مطلب هم پیش آمده که حتما شما نسبت به اینها نظرات روشنی دارید. یکی اینکه کلیات انتخاب رئیس جمهور، لایحه اصلاح انتخاب رئیس جمهور در واقع در مجلس شورای اسلامی امروز تصویب شد. ماجرا چیه؟ چرا میخوان شیوه انتخاب رو تغییر بدن؟ آیا واقعا میخوان برن پای اون که مجلس انتخاب بکنه رئیس جمهور رو؟ چون ادعای دولت در واقع داره میگه که آقای احمدی نژاد این رو میگه و تیم او که در واقع انتخاب رئیس جمهور رو میخوان به صورت یک شرکت سهامی در بیارن. این حرف تا چه حد درسته؟ صحبت‌های آقای احمدی نژاد چندان بیراه نیست. اگر به متن لایحه دوستان نگاه بکنن، خواهند دید که شرایطی رو که مجلس برای کاندیداها گذاشته، اینها شرایط بسیار دشواری، خیلی فضا رو تنگ میکنه برای اینکه افراد متنوعی به عرصه انتخابات بیان، حتی در درون کاست حکومتی که امروز موجود هست. هم شرط سنی که گذاشتن به گونه ای هست که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی رو کاملا کنار بگذاره، شرطی گذاشتن که 300 نفر باید این فرض رو امضا کنن که واجد صلاحیت هست، که این کار رو دشوار میکنه. شرایط رو به گونه ای چیدن که تنها یک یا دو یا سه فرد مد نظر بیت رهبری و مجلس بتوانند از صافی شورای نگهبان بگذرن. این ماجرایی که ما از حدود یکی دو سال گذشته داشتیم، که خامنه‌ای نظرشون این بود که سیستم ریاستی مشکلاتی برای خودش داره، یعنی فردی به عنوان رئیس جمهور در کشور انتخاب بشه، خودش رو نماینده حاکم، نماینده مردم بدونه، خودش رو در واقع نماد حاکمیت ملی بدونه، خب این همواره برای آقای خامنه‌ای دشواری ایجاد کرده. حتی فرد دست آمودی مثل آقای احمدی نژاد در دوره دوم مشکلات خودش رو با دستگاه رهبری آشکار کرد، اینطور نیست که کاملا فرمان ببره. از همین جهت خب گرایش به این سمت بوده که برن به سمت سیستم پارلمانی و دستگاه ریاست جمهوری رو برچینن. این یک روشی است، یک در واقع مقدمه است، گامی است برای رسیدن به اون وضعیت که در واقع رئیس دولت از سوی مجلس انتخاب بشه. مطالعه اینجا شرایط رو تنگتر و تنگتر کردن به دلیل اینکه امکان تغییر قانون اساسی امروز در ایران وجود نداره. خب این لایحه بنابراین با از حمایت آقای خامنه‌ای برخورداره، درسته؟ به احتمال خیلی زیاد از حمایت ایشون برخوردار هست. در سخنانی که ما از آقای خامنه‌ای در چند ماه گذشته شنیدیم، هیچ اشاره‌ای در مخالفت با این موضوع دیده نشده. آقای خامنه‌ای کسی نیست که اگر موضوعی برخلاف میل و ارادش در کشور در جریان باشه ایشون اظهار نظر نکنه. سکوتش کاملا نشون میده که ایشون هم رضایت داره از اینکه چنین شرایط دشواری رو برای کاندیداها بگذارن تا یه چند نفر خاص مد نظر بیت از این صافی رد بشن. و در سخنان دیگر افراد نزدیک به آقای خامنه ای هم ما شنیدیم در چند ماه گذشته که اینها رئیس جمهوری رو میخوان که کاملا انطباق داشته باشه با سیاست ها و نظرات آقای خامنه ای و هیچ دردسری رو درست نکنه. تجربه آقای احمدی نژاد به اینها نشون داده که حتی افرادی که به نظر میاد که
مشکلی ایجاد نمی کنند، اینها در مواقعی ممکنه که با دستگاه رهبری یا حتی با خود رهبری ترشاخ بشن. آقای دکتر محمدی، هدف قایی از این لایحه، خب یه شرط سنی گذاشتن 300 نفر باید تایید بکنن، این یه امریست که ممکنه 20 سال 30 سال روش کار بشه، فرض کنیم جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کنه، این در کوتاه مدت، هدف کوتاه مدتش حذف، شما میفرمایید حذف هاشمی رفسنجانی و هر مدعی دیگری که سیستم اون رو نخواد، درسته؟ دقیقاً همینطوره. مثلا بعضی از وزرای آقای احمدی نژاد رو که دولت امروز مد نظرش هست که اینها بیان و کاندیدا بشن و دولت از اونها حمایت کنه، مثل آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی یا دیگرانی که در تیم آقای احمدی نژاد هستن، اینها شرایط به گونه ای داره چیده میشه که اینها نتوانند از ساکی شورای نگهبان بگذرن، دارن قانون رو به قد و قامت چند نفر خاص می‌نویسن. متاسفانه در دهه گذشته در جمهوری اسلامی، اگر حتی این که حالا یک قانون مربوط به انتخابات هست، در حتی در قوانین فرهنگی، مثلا قانون مربوط به حقوق مؤلف، این قانون رو به گونه‌ای نوشتم که فقط با دفتر نشر آثار آقای مطهری هماهنگ باشه. قوانین رو بر اساس اقتضائات و منافع افراد و گروه‌های معدودی در ایران متأسفانه می‌نویسند. آقای دکتر محمدی، ممکنه بفرمایید که تغییر سمت رحیم مشایی رو از ریاست دفتر ریاست جمهور چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ آیا آقای رحیم مشایی رو براش برنامه تازه‌ای دارن یا محترمانه دارن در ماه‌های آخر حکومت آقای احمدی نژاد از دور خارجش میکنن؟ آقای احمدی نژاد بازیگر قابلی بوده تا الان، حداقل در برابر آقای خامنه‌ای و در برابر جناح مقابل خودش در میان کسانی که به حکومت وفادار هستند، تا الان خیلی خوب با اینها بازی کرده. برکناری آقای احمدی نژاد معنی سوریش این هست که خب من این رو فشار می آوردید کنار بگذارم و کنار گذاشتم، اما به نظر من برنامه دارن. آقای مشایی به احتمال زیاد میخواد بیاد کاندیدا بشه، حتی اگر در شورای نگهبان هم رد بشه، این یه هزینه ای رو بر شورای نگهبان در میان طیفی از نیروهای خودی حکومت بار میکنه. صراحت هم نیروهای طرف مقابل از مؤتلفه یا جامعه اسلامی مهندسین، اینها گفتن که آقای مشایی ارادش و این هست که در انتخابات نامزد بشه. برگردیم سر مبحثی که از قبل با هم صحبت کردیم و وضعیتی که در سوریه هست. ممکنه خواهش کنم بفرمایید که سوریه به کجا رسیده و شما برای روزهای آینده در سوریه چه چیزی رو پیش بینی میکنید؟ سوریه الان کاملا یک جنگ داخلی هست بین دو طرف، بین رژیم بشار و مجموعه نیروهای مخالف. تحولات سیاسی شکل‌گیری این شورا اخیراً در قطر به نفع حرکت سیاسی مخالفین بوده. بخش عمده ای از کشور در اختیار مخالفین هست، یعنی حکومت نمیتواند کنترل کند و کاملا این عرصه رو خالی کرده. الان اونچه که در جریان هست آماده شدن نیروهای مخالف هست برای حمله به تأسیسات دولتی در دمشق. این آمادگی ها داره صورت میگیره، تمرینات نظامی دارن ظاهرا در کشورهای مجاور و عمده دولت بشار هم عمده نیروهای زبده خودش رو در دمشق متمرکز کرده برای حفاظت از فرودگاه، برای حفاظت از پاسگاه‌های نظامی و همچنین قصر کاخ ریاست جمهوری. نبرد نهایی در ماه‌های آینده به احتمال زیاد انجام خواهد گرفت. حالا باید دید در ماه‌های آینده آیا مخالفان نیروی کافی برای ساقط کردن حکومت رو، چون جنگ متقابل هست، دو طرف باید بتوانند عده کافی داشته باشن برای اینکه جنگ رو بشار بتونه بر مخالفینش پیروز بشه و مخالفین یا بتوانند دولت بشار رو بر ساقط کنند. این جنگ در ماه‌های آینده به نظر من ما مواجهش خواهیم بود،
الان در مرحله آمادگی است. نیروهای مخالف سلاح‌هایی رو به دست آوردن برای مقابله با حملات هوایی، برای زدن هواپیما، برای زدن هلیکوپتر. اینها در ماه‌های اخیر نشون داده شده و خیلی هم کمک کرده به روحیه مخالفان. حمایت ایران از بشار اسد آیا کماکان ادامه داره یا دوچار وقفه شده؟ نه، حمایت ایران هیچ گونه وقفه‌ای درش نیست. کماکان و با شدت حکومت داره از رژیم بشار حمایت میکنه. مخالفین هم در صحبت‌هایی که کردن کاملا ابراز کردن که در مثلا اگر یکی از مخالفین گفته بود که در آینده اگر نیروهای ایرانی در برابر ما قرار بگیرن یک به یک اونها رو از بین خواهیم برد. مخالفین حکومت هم کاملا انتظار دارن که در اون نبرد نهایی و حتی مقابله با نیروهای ایرانی هم داشته باشن، با نیروهای سپاه یا دیگر نیروهایی که احتمالاً جمهوری اسلامی در شرایط حاد به سوریه اعزام خواهد کرد. چون جمهوری اسلامی اعلام کرده در تمام یک سال و نیم گذشته من حتی یک قدم ندیدم یا حتی یک کلمه ندیدم که اینها سستی به خرج بدن در دفاع از رژیم بشار. همه ادبیات رژیم بشار رو دارن، همه کشته شدگان و مخالفین رو تروریست نامگذاری میکنن. حتی در یک مورد من ندیدم کشته شدن کودکان، زنان، بمباران هوایی مناطق مسئولین جمهوری اسلامی محکوم کنه. در همه موارد اینها کاملا از رژیم بشار حمایت کردن. در حوزه اقتصادی نفت سوریه رو میفروشن یا به جای سوریه نفت میفروشن. در حوزه مخابراتی کمک میکنن، در حوزه اطلاعاتی امنیتی، حتی در تاکتیک های مبارزاتی این رو به صراحت بیان میکنن که رژیم بشار داره از تجربیات ما استفاده میکنه که کاملا تجربیات ماشین سرکوب هم. آقای دکتر محمدی، فرق اساسی مصر و سوریه در چیه؟ سوریه مصر 18 روزه وارفت، اما بشار اسد میتونه ماهای طولانی مقاومت بکنه و بایسته در برابر مخالفینش. آیا این ناشی از پایگاه اجتماعی متفاوت حسنی مبارک و بشار اسد یا عوامل دیگری در دخالت داره؟ من فکر میکنم سه عامل اینجا کاملا شرایط رو نشون میده که در سوریه و مصر با هم متفاوت هست. یک عامل همپیمانی مصر بود با غرب که البته فشار دولت‌های غربی بر دولت مبارک برای عدم سرکوب کاملا مؤثر واقع شد. صحبت‌های آقای اوباما، مذاکراتی که در جریان بود، اینها کمک کرد به اینکه این انتقال قدرت با آرامش بیشتری صورت بگیره و شرایط از این خونین‌تر نشه. این عامل اول. عامل دوم داستان ارتش هست. در مصر ارتش یک ارتش مردمی است. مردم واقعا ارتش رو، عموم مردم به ارتش احترام میگذارن و در مقابل هم ارتش خودش رو یک ارتش ملی میدونه و در سرکوب ها هم ارتش مصر مشارکت مستقیمی نداشت. عمدتا پلیس بود که نیروهای امنیتی بودن که مردم رو سرکوب میکردن. خب در سوریه کاملا داستان متفاوت هست. تو موضوع اول هم بحث همپیمانی، خب سوریه عمدتا همپیمان ایران هست در منطقه تا همپیمان ایالات متحده یا کشورهای نزدیک به غرب باشه. و نکته سوم بحث تنوع و تکثر و ساختار اجتماعی جامعه مصر هست. در سوریه علوی ها یک اقلیتی هستند که بر جامعه سوریه حکومت می کنند و عمدتا هم در طول 3-4 دهه گذشته بر اساس سرکوب حکومت کردن. مصر چنین وضعیتی رو نداشته. مصر یک دولت استبدادی بوده اما استبداد اقلیت بر اکثریت نبوده و به همین دلیل هم این امکان گذار جامعه مصر رو با تنش کمتر، با کشته های کمتر فراهم کرده. سوریه یک وضعیت خاصی داره، بسیار شبیه هست وضعیتش امروز به وضعیت ایران، چون یک اقلیتی بر جامعه دارن حکومت میکنن. این اقلیت متکی است بر ارتش، متکی است بر نیروهای امنیتی و نیروهای امنیتی و ارتش هم کاملا از منافع تداوم این رژیم برخوردار هستند. جان دکتر محمدی، چه ارتباط واقعی وجود داره بین بحران سوریه و این حرکت موجود، حرکت انقلابی در سوریه
و بحران‌هایی که به طور پنهان در ایران وجود داره و وضعیت حاکمیت در ایران. آیا این تئوری که بعد از سوریه نوبت ایرانه اصلا مبنای منطقی میتونه داشته باشه؟ خب آینده رو خیلی دشوار هست پیش بینی کردن. این که من معتقد نیستم که یک دست پنهانی وجود داره و این حرکت‌های سیاسی رو داره قدم به قدم پیش میبره. حالا امروز سوریه است، فردا به سراغ ایران خواهند آمد. من چنین اعتقادی ندارم. من عمدتاً معتقدم تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع عمدتاً درون‌زا هست. البته خب ما امروز در یک جهان به هم پیوسته زندگی میکنیم. قدرت‌های خارجی هم داده‌هایی دارن، ورودی‌هایی دارن به این داستان، اما نقش تعیین کننده ندارن. داستان سوریه از بیرون هدایت نمیشه که حالا اگر سوریه به انجام رسید بعداً به سراغ ایران برن. یک مردمی هستن علیه حکومت دیکتاتوری دفاع خواستن، ماها بدون خشونت به عرصه خیابان آمدن، مورد کشتار قرار گرفتن، بهشون تیراندازی شد، کودکانشون رو گرفتن، کودکان رو شکنجه کردن. یعنی حدود شاید یک سال اول داستان سوریه اصولا ما پدیده جنگ داخلی در سوریه نمیدیدیم. عمدتا سرکوب خشن مردم رو میدیدیم در سوریه. خب این بعداً به واسطه سرکوب خشن و جدا افتادگی و شکاف عمیقی که بین دولت و مردم، بالاخص بسیار اکثریت جامعه که سنی هست در سوریه، این شکاف خب باعث شد که مردم کاملا در برابر حکومت بایستن، سلاح به دست بگیرن و با حکومت مقابله کنن. ایران یک وضعیت دیگری داره. ایران هم اگر بخواد حرکت اجتماعی صورت بگیره، عمدتا از نیروهای داخل جامعه این حرکت فران خواهد کرد. نمیدانیم چنین حرکتی چه زمانی صورت خواهد گرفت. هر کسی پیش بینی بکنه در این زمینه ها، به نظر من یا معتقد به تئوری توطئه هست و همه قضایا رو میخواد به بیرون از مرزها نسبت بده، یا اینکه در مقام پیشگویی قرار گرفته، مثل پیامبران داره پیشگویی میکنه. آقای دکتر محمدی، حالا اگه بخوایم پیغمبر نباشیم و نگاه جامعه شناسانه به قضیه داشته باشیم، نگاه سیاسی به قضایا داشته باشیم، شما انتخابات آینده ایران رو چگونه میبینید؟ آیا این انتخابات امروز اعلام شد که رئیس یکی از کسانی که دست اندرکار مرگ ستار بهشتی بود، رئیس در واقع پلیس فتا، از کارش برکنار شد؟ شما این رو به چه حساب میبینید؟ من خیلی سعی کردم بگن که خطای این قسمت، یعنی پلیس فتا، در مرگ ستار بهشتی کاملا محرزه و در واقع میخوان پرونده رو به شکلی ببندن. اولا یک این شروع کاره، دو آیا فکر نمی کنید که ما نباید خیلی خوشحال باشیم که به هر حال جمهوری اسلامی حرکت کرد و یکی از مهره های خودش رو محکوم کرد، در حالی که این اتفاق قبلا در مورد سعید مرتضوی هم افتاد و بعد شد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ایران. آیا واقعا این از اون نوع حرکت ها نیست که ما رو بخواهن شگفت زده بکنن؟ ناگهان همین پلیس برکنار، رئیس پلیس برکنار شده فتا، فردا یک سمت بالاتری رو بگیره؟ دقیقا همینطور هست. مشی آقای خامنه ای در طول 23 سال گذشته دقیقا نشون داده که افرادی که در مواردی خطاهای بزرگ رو مرتکب میشن، اینها ممکنه در یک مقطعی از کار برکنار بشن، اما بعد دوباره به قدرت برمیگردن. نوعی عقب نشینی کوتاه مدت و پیشروی دراز مدت هست. ما مواردش رو داشتیم، غیر از آقای مرتضوی که شما فرمودید، آقای نقدی، ایشون مسئول اصلی سرکوب دانشجویان در سال 78 بودن در ایران. یه دوره خوب ایشون رو کنار گذاشتن، ولی بعد ایشون شد رئیس بسیج مستضعفان، سازمان بسیج، و ایشون هر روز داره سخنرانی میکنه، از نزدیکان آقای خامنه ای هست. آقای خامنه ای تیم وفادارانی داره در مقاطع مختلف اینها رو جابجا میکنه. این جابجایی ها به معنای این نیست که حکومت اشتباهش رو پذیرفته. در سخنانی هم که گفته شده در یکی دو هفته گذشته پس از مرگ ستار بهشتی، هیچگاه پذیرش مسئولیتی من درش نمیبینم.
گفتن که حالا مثلا قرص ایشون لازم داشته، قرصش بهش داده نشده. در هیچ موردی گفته نشده است که مرگ ایشون به خاطر شکنجه بوده و افرادی قرار هست در این زمینه محاکمه بشن. حتی اونهایی که رفتار ناشایست با زندان رو، این رفتار غیر قانونی به قول خودشون در زندان رو پذیرفتن، در نهایت معتقدن که اگر لگدی هم به ایشون خورده، مرگ به خاطر لگد به پا و دست ایشون نبوده. آقای دکتر مجید محمدی، بنابراین به گفته شما و استنباط که من دارم، ما نباید خیلی خوشحال باشیم که این اتفاق افتاده، دارن احقاق حق در جمهوری اسلامی میکنن. این یکی از پرده های نمایشی است که آقای در واقع خامنه ای در طول این سالها انجام داده. حالا یکی از عروسک های این خیمه شب بازی رو فعلا میذارتش کنار تا در جای دیگری براش نقش تازه و مهمتر پیدا بکنه و باز جامعه رو هاج و واج بکنه از تصمیماتش. اینجور نیست؟ دقیقا همینطور هست. آقای خامنه ای تیمی داره و این تیم جا به جا میشن، افراد بالا پایین میشن، اما هیچ کدام حذف نمیشن. برخوردها برخوردهای دوره‌ای هست. ببینید، این ماشین سرکوبی که در جمهوری اسلامی وجود داره، سیستمی که آقای خامنه ای در ایران داره حکومت میکنه، این ماشین هر روز نیاز داره به قربانی‌های تازه و قربانی میگیره، چون افراد رو میگیرن، کتک میزنن، شکنجه میکنن. بعد انسان‌ها هم موجودات آسیب‌پذیری هستن. شما دست بزنید مثلا به یه جای انسانی، ممکنه که به دلیل آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های انسان او از بین بره. این در مورد خانم زهرا کاظمی اتفاق افتاده، بعد در مورد آقای هداد صابر اتفاق افتاده. ما یه لیست طولانی داریم، از اگر به 34 سال گذشته برگردیم، اسم صدها نفر رو میتونیم همینطور یک به یک، کسانی که در زندان‌ها کشته شدن. آقای امیدرضا سیافی که او هم به بلاگ نویس بود مثل آقای ستار بهشتی، آقای محمدی که در زندان کشته شدن، اینا تازه کسانی هستن که من الان اینا رو به یاد میارم. این ماشین سرکوب مرتبا این داستان‌ها رو تولید میکنه. آقای خامنه‌ای هم میداند که چنین اتفاقاتی میتونه بیفته، فقط اینها رو مدیریت میکنن. وقتی میفته سعی میکنن بخوابانن، کمیته تحقیق درست میکنن، نمایشش رو به خوبی سعی میکنن اجرا کنن که در میان مخالفینشون، میدونن مخالفین از قبل مطلع هستن که این ماشین سرکوب چگونه کار میکنه. اما در میان کسانی که هنوز به این حکومت وفادار هستن، مجبور هستن که این نمایش رو اجرا کنن تا اونها احساس بکنن که نه، این حکومت قانون درش وجود داره، یا در مواردی ممکنه گروه‌های منصفانه با پرونده‌ها برخورد کنن. آقای دکتر محمدی، در این قسمت می‌رسیم به بخش پایانی گفتگوی خودمون و شرکت شما در کنفرانس پراگ. ممکنه بفرمایید هدف از کنفرانس پراگ چی بود و در این کنفرانس چه گذشت؟ البته روی سایت هست، ویدیوهاش هم هست، ولی من برداشت شما رو میخوام از چرایی تشکیل کنفرانس پراگ و دستاوردهایی. ببینید، در میان مخالفین جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته یخهایی بوده، دشواریهایی بوده، مشکلاتی وجود داشته که این مشکلات تنها با گفتگو، در کنار هم نشستن، همدیگر رو دیدن و با هم به یک نحوی اختلاط کردن، این مشکلات به این شیوه ها حل میشه. درسته این تنوع و تکثری که در میان مخالفان وجود داره امر مثبتی هست، هیچ کس به نظر من منکر این تعدد و تکثر نیست، اما مجموعه مخالفین خب باید در مواردی، اگر شرایط بحرانی در کشور به وجود بیاد و نیاز باشه به اقدام، این همدلی و این همراهی مورد احتیاج هست. اینکه گروهی 100-120 نفره در کنار هم جمع بشن و بهشون گفته میشود که اینها به دنبال براندازی رژیم هستند، و اینها به نظر من بیشتر داستان پردازی هست، چون برای براندازی رژیمی مثل جمهوری اسلامی در داخل کشور، عمده حرکت باید در داخل شروع بشه. نیروهای خارج کشور میتونن از اونها پشتیبانی سیاسی، اطلاعاتی، رسانه‌ای بکنن، چون توان ایرانیان خارج کشور اصولا در مقایسه با توان مردمی که در ایران دارن زندگی میکنن
قابل مقایسه نیست. اما کسانی که در خارج کشور هستن، اینها میتوانن مؤثر واقع بشن، هم دیپلماتیک میتونن مؤثر بشن واقع بشن، هم از حیث رسانه‌ای انواع پشتیبانی ها رو میتونن از جنبش های داخلی داشته باشن. همین موردی که شما در ابتدای برنامه مصاحبه کردید با خانم عزیزی که در استوکهلم بودن و اینها حمایت دارن میکنن از اعتصاب غذای خانم سوتوده، خب اینا کارهایی است که در خارج کشور قابل انجام هست، صداش هم در داخل کشور شنیده میشه و نوع برخورد حکومت هم کاملا روشن هست که از این صداها اینها خوششون نمیاد. درست همزمان با کنفرانس پراگ اطلاعیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر شد که اپوزیسیون هیچگاه نمیتواند اختلافات خودش رو حل کنه و در کنار هم بنشینه، که البته خودمون گرد همایی پراگ نشون داد که این سخن تا چه حد پایه و اساس داره. اختلافات جدی در میان مخالفان جمهوری اسلامی وجود داره. این اختلافات به نظر من جز با در کنار هم نشستن در شرایط مختلف با موضوعات مختلف هم فکری کردن و دیدن افراد، ببینن که کسی هست نظری کاملا مخالف نظر دیگر داره، اما اینها میتوانن بر سر یک موضوع واحد که بحث دموکراسی در ایران باشه یا انتخابات آزاد در ایران باشه، اینا میتونن با هم همکاری کنن. خیلی بعید بود، من فقط به یک مورد خیلی خاصش اشاره میکنم، 10 سال پیش امکان اینکه فردی اصلاح طلب مذهبی، کسی که معتقد هست که هنوز، یعنی مثلا به آقایان موسوی و کروبی اعتقاد داره به عنوان اینکه اینا افرادی هستن که رهبری معنوی جامعه رو در اختیار دارن، 10 سال پیش بسیار تصورش دشوار بود که چنین کسانی در کنار حزب دموکرات کردستان یا حزب کومله بنشینن، با هم گفتگو کنن، نظرات متفاوتی داشته باشن. اما امروز این اتفاقات داره در این گونه گرد همایی ها میفته. من این گرد همایی ها علارغم مشکلاتی که درش وجود داشته که در سایت ها بهش اشاره کردن، در برنامه ریزی معمولا مشکلات وجود داره، در دعوت ها خب معمولا شامل مجموعه نیروهای سیاسی که فعال هستن نمیشه، چون گرد همایی ها باید کوچیک باشه، این دفعه نمیشه 1000-2000 نفر در کنار هم جمع کرد. این گونه مشکلات وجود داره، در اصلا جزء ماهیت این گونه گرد همایی ها هست. یه مشکلاتی هم که هست ما ایرانی ها به طور کلی داریم، در سازماندهی، در مدیریت این مسائل رو داریم، یا در شفافیت فعالیت هامون اینا وجود داره. اما جنبه های مثبت این گونه گرد همایی ها همیشه بیش از جنبه های منفیش هست. خب برام جالبه که بفرمایید که جنبه های مثبتش چیه، ولی برای من یه سواله. اولا چقدر اهمیت داره که این کهنه‌کاران سیاسی دور هم جمع بشن؟ ببینید امروز ما در شرایطی هستیم که خود شما اشاره کردید، یه گروه کوچک 2 خانم در سوئد یک اقدامی رو میکنن و این صدا میکنه در به اصطلاح حمایت از یک حرکتی که در داخل کشور آغاز شده. درست این کنفرانس پراگ زمانی برگزار شد که 2-3 روز از مرگ ستار بهشتی میگذشت و در اعلامیه پایانی این کنفرانس حتی یک اشاره به این موارد نشد. آیا چطور میشه، چه اهمیتی داره که این بزرگان که اگر همشون دعوت بکنن یه عده مردم رو برای یه حرکت سیاسی، اون موقع معلوم میشه چقدر اینا پایگاه اجتماعی دارن در خارج از کشور، چطور میشه که یه همچین کنفرانسی تشکیل میشه؟ این همه مسئله مجعول ملیت های ایرانی توش بحث میشه، گفتگو میشه و حرف زده میشه، آخر سر در واقع به قول دوست بسیار عزیز من رضا گوهرزاد یک اعلامیه، یک قطعنامه میاد، یک بیانیه میاد که بیانیه ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم. آخه چطور میشه که این کهنه‌کارای سیاسی تا این حد به دور باشند از نیاز عملی جامعه به حرکت؟ من هم به شما معتقدم ما در خارج از کشور نمیتونیم آلترناتیو بسازیم، آلترناتیو سازی کاری است که ما رو به جایی نمیرسونه، ولی اگر آلترناتیو هم بخوایم نهادهای آلترناتیو بسازیم، اینها نهادهایی است که میاد برای حمایت از حرکت‌های داخل کشور. چطور میشه که بعد از کنفرانس استکهلم 1، بروکسل، لندن، من نمیدونم پراگ، همه این کنفرانس ها هیچ کدوم هنوز به اونجایی نرسیده که در حمایت از اون چی که در کشور ما میگذره
مثلا واقعا موارد متعدده حتی دعوت به یک حرکت سیاسی بکنه. چطور میشه این کار نمیشه؟ من نمیفهمم آقای محمدی. ببینید اول اشاره فرمودید که کهنه کارهای سیاسی بودند. من ترکیب جمعیت رو که اونجا دیدم ترکیبی بود از کسانی که خب شاید 3 دهه 4 دهه فعالیت سیاسی دارن و نیز نیروهای جوان، کسانی که شاید 5 سال 10 ساله که فعالیت سیاسی دارن، همه کهنه کاران سیاسی نبودن. نکته دوم این که این گونه گردهمایی ها رو باید بر اساس اهدافی که براش تعریف میشه به نظر من ارزیابی کرد. این گردهمایی ها قرار نیست که به همه نیازهایی که اپوزیسیون امروز داره یا جنبش سیاسی اجتماعی در ایران داره قرار نیست به همه اونها پاسخ بده. این گردهمایی ها عمدتا هدفش در کنار همگذاری نمایندگانی از دیدگاه های رقیب یا دیدگاه های مخالف در میان اپوزیسیون هست و بیشتر ایجاد همدلی است و زمینه سازی برای همکاری های آینده. در میان صحبت های کسانی که جلسات رو هم مدیریت میکردن این به روشنی بیان شده بود که ما به دنبال ایجاد یک سازمان سیاسی جدید نیستیم، به دنبال ایجاد یک ائتلاف سیاسی جدید نیستیم، بلکه بیشتر به دنبال ایجاد یک تریبون جدید هستیم که افرادی بیان و در کنار هم صحبت هایی بکنن و نوعی گفتگو و مفاهمه در اینجا جریان پیدا کنه. در باب بیانیه پایانی بسیاری از کسانی که در کنفرانس بودن نه با محتوای بیانیه چندان همراهی داشتن، نه با لحن بیانیه، بسیاری این رو انشاء میخوندن. این رو عمدتا باید بیانیه اون چند نفری که این کنفرانس رو مدیریت میکردن، هیئت برگزار کننده، باید دونه. و در این موارد هم البته من درک میکنم که برای اینکه اختلافات وجود داره، برای اینکه اون اختلافات رو عمدتاً روی جنبه‌های مشترک افراد تاکید بشه، معمولاً میرن به سراغ انشانویسی یا تحریک احساسات میهنی. اینها قابل فهم هست، میشد چیزهای دیگری رو هم در این بیانیه گنجان. اما اینکه انتظار از اینکه یک گردهمایی 120 نفره در یک شهری مثلا از اروپا، حالا این البته گردهمایی استکهلم در حدود 40 50 نفر بوده، بعد گردهمایی دوم اندکی بیشتر و گردهمایی سوم باز اندکی بیشتر، از یه جمع حدود 50 تا 100 نفره که عمدتا به عنوان فردشون در اون جلسه شرکت کردن، نه به عنوان گردهمایی احزاب و گروه‌های سیاسی، انتظاری بیش از این به نظر من نمیشه داشت. اگر ما مجموعه ظرفیت‌های سیاسی جامعه خودمون، مجموعه ظرفیت‌های سیاسی که در خارج کشور وجود دارن رو در کنار هم بگذاریم، همین که این نیروها در یک مقطعی در کنار هم قرار می‌گیرن، این به نظر من مبارک هست. برگردیم ما به شرایط سال‌های دهه 60 در ایران که علاوه بر اینکه حکومت به دنبال سرکوب تک تک این گروه ها بود، خود این گروه ها مثل آتش و پنبه در کنار هم قرار گرفته بودند. یعنی هر یک آماده بود که دیگری رو حذف کنه. ما اگر بتوانیم از اون شرایط گذر بکنیم و همچنین این فاصله میان داخل و خارج رو، این فاصله رو هم کم بکنیم، به نظر من زمینه های فراهم خواهد شد که در شرایط بحرانی این جمع بتواند خدمات بیشتری به جامعه ایران عرضه بکنه. نمیدونم، شما شخصیت فوق‌العاده مثبتی هستید، شخصیت پرکاری هستید، من برای نظرات شما احترام فوق‌العاده‌ای رو قائل هستم، ولی با نهایت احترام براتون میرسونم که واقعا این همه هزینه میشه که 4 نفر احتمالاً در آینده بتونن تأثیری داشته باشند. چرا من اگر جای شما بودم در این کنفرانس شرکت کرده بودم، با توجه به بیانیه کنفرانس، اینکه حاصل کنفرانس این هست، خب کنفرانس استکهلم 2 رو که قرار تشکیل بشه تحریم میکردم و تو شرکت نمیکردم، برای اینکه اگه قرار باشه که با هزینه های بسیار زیادی
من اصلا وارد منابع تامین هزینه و این حرفا نمیشم. به هر حال هزینهش تامین شده، یه عده‌ای شرکت کردن، همه هم افرادی هستن که میتونن نظر داشته باشن نسبت به مسائل ایران. استکهلم دو رو واقعا خب چه ضرورتی داره که تشکیل بشه اصلا؟ آقای دکتر مجید محمدی، از استکهلم اول و بروکسل و پراگ چی در اومد توش، جز اینکه یه عده‌ای خب با هم دیگه نشستن در این وسط در کنفرانس پراگ، نتیجه‌ای که داشت یه دفعه در آستانه پایان کنفرانس یه دفعه ما دیدیم که حتی به طور رسمی و علنی ملت ایران انکار شد توسط همون کسانی که در کنفرانس هم اداره کننده بودن هم شرکت کننده. آیا فکر نمی‌کنید که اگه پای استکهلم دو بریم این نتایج وخیم‌تر خواهد بود؟ من شخصا نظرم بر این هست که اون بیانیه پایانی رو اگر صادر نمی‌کردن بهتر بود، چون هدف کنفرانس عمدتاً گرد همایی این افراد بود و بحث بر سر 4-5 موضوع مشخص، بحث دیالوگ ملی، بحث شرایط اقتصادی، بحث چگونگی گذار به دموکراسی، عمدتاً بحث بر سر 4-5 محور بوده و این بحث ها هم در جلسات انجام شد. البته خب بحث هایی که شما 120 نفر آدم سیاسی رو که دور هم جمع میکنید، اینها حرف های بسیار متنوع، طیف بسیار گسترده ای رو به زبان در میارن که شاید مورد نظر گروه دیگری نباشه. اینکه گفته میشه ملت ایران انکار شده، من البته خودم چنین احساسی نداشتم که چنین اتفاقی افتاده، ولی حتی اگر برداشت این چنینی هم باشه، خب حرف یک نفر هست در میان 120 نفر، نمیشود این رو به معنای حاصل این کنفرانس گرفت. اگر اون بیانیه منتشر نمیشد به نظر من خیلی معقولتر بود. هدف کنفرانس عمدتاً گرد هم جمع شدن مجموعی از افراد بوده که کمتر قبلاً در کنار هم قرار می‌گرفتن و کمتر زمینه همکاری با یکدیگر رو داشتن. این می‌تواند دستاورد یه همچین جمعی باشد. شما ببینید اگر در میان گروه‌هایی که دارای سوابق و پیشینه‌های چند دهه‌ای هستند، اینها از همچنان این مشکلات رو با خودشون حمل میکنن، هر کدوم کیسه هایی بر دوش خودشون دارن، اگر اینها در یک جا قرار بگیرن و این کیسه ها رو به زمین بگذارن، این مقدار بارشون رو سبک‌تر بکنن، این خب زمینه رو فراهم‌تر میکنه. ما برای تمرین بحث تمرین دموکراسی در سالهای دوران اصلاحات خب بسیار مطرح میشد. این تمرین دموکراسی همچنان به نظر من فرایندی است که ما باید در جریان داشته باشیم. من گفتگوی من و شما یا گفتگوهایی که شما در این برنامه‌ها می‌کنید با افراد مختلف، همه اینها رو من جزء یک پروژه بزرگ تمرین دموکراسی می‌بینم. اگر 120 نفر آدم سیاسی نتوانند در یک جمعی در کنار هم بنشینند بدون اینکه سخن ناسزایی گفته بشه، بدون اینکه توهینی به کسی گفته بشه، با نظرات کاملا متقابل، ما ادعا می شود، البته مقامات جمهوری اسلامی یا حتی گروه های مخالف معمولا ملت ایران رو مرتبا مدال بر سینش آویزان می کنند، اما مشکلات خودمون رو نباید فراموش بکنیم که چگونه بر سر موضوعات بسیار کوچک افراد و شهروندان این ملت می تونن همدیگر رو بدرن. و در گذشته هم دیدیم که این اتفاقات افتاده. اگر در داخل کشور آقای خامنه ای امروز این چنین میکند، اینها ظرفیت هایی است که متاسفانه تو جامعه وجود داره، نمیتونیم اینها رو انکار بکنیم. گرد همایی برگزار شده، افراد با دیدگاه های کاملا مخالف در کنار هم نشستن، مؤدبانه محترمانه نظراتشون رو گفتن، نظرات هم دیگر رو شنیدن. خود این یک دستاورد به نظر من مثبتی است. البته اگر ما انتظاراتمون رو از این گونه گرد همایی ها انتظارات معقولی قرار بدیم، این گرد همایی ها هم البته اگر فکر کنیم که قرار هست سالانه 2-3 باشه، خب این انتظار از این گرد همایی ها رو بالا میبره. اما اگر مجموعه نیروهای مخالف به نظر من در طول سال 150-200 از این گرد همایی ها داشته باشن، دیگه یک گرد همایی 100 نفری در پراگ این باعث نمی‌شود که افراد سطح انتظارات خیلی بالایی رو از چنین جمعی داشته باشند. جناب دکتر محمدی، دوره جدید برنامه‌های شما از همین پنجشنبه آینده در تلویزیون اندیشه
آغاز میشه. ممکنه بفرمایید که سوژه این مجموعه تازه چی هست؟ دوره ششم برنامه های در غیر این صورت رو بعد از این هفته در خدمت دوستان خواهم بود با 13 برنامه. موضوع مشخص این دوره رهبری آقای خامنه ای هست. من البته به سراغ مورخ نیستم، به سراغ جزئیات تاریخ زندگی ایشون من نخواهم رفت، به سراغ پس پرده های بیت ایشون نخواهم رفت، کاری که خب برخی کردند یا میکنند. من میرم به سراغ آنچه که از مشی و منش رهبری آقای خامنه ای ما کاملا میتونیم ببینیم. من یه دیدگاه تحلیلی و انتقادی دارم نسبت به سیاست ها و راهبردها و آموزه هایی که آقای خامنه ای در طول بیش از دو دهه گذشته در پیش گرفته و نشون دادن اینکه این آقای خامنه ای با رهبریش کشور رو داره به چه سمتی میبره. به همین دلیل هم تمرکزم عمدتا بر تاکتیک ها، روش ها، سیاست ها، اولویت ها، دغدغه های آقای خامنه ای و موضوعاتی از این قبیل هست. منابعی هم که استفاده می کنم در طول برنامه عمدتا صحبت های خود آقای خامنه ای هست یا صحبت های افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه ای که در مورد ایشون صحبت کردند و موضع مخالف هم در مقابل اون صحبت ها گرفته نشده از سوی بیت رهبری. کل این 13 برنامه به آقای خامنه ای اختصاص خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه محبت کردید و در این روز تعطیل با هم بودیم. به امید اینکه همه ما پنجشنبه آینده پای برنامه شما در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس بنشینیم و اولین قسمت زندگی آقای خامنه ای به روایت آقای دکتر مجید محمدی رو تماشا کنیم و داشته باشیم. خیلی متشکرم. فقط تصریح میکنم زندگی سیاسی، من به وجوه دیگر زندگی ایشون کاری ندارم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، برمیگردیم و با پیام های بعد از پیام های بازرگانی در خدمت آقای حسن تهرانی هستیم، اهل سینما، اهل خبره سینما و در مورد سینمای امروز ایران با ایشون گفتگو خواهم کرد. جدید برنامه های ما از کانال اندیشه به شرح زیر است. روزهای سه شنبه با برنامه کافینت جوانان از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران. روزهای چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه ایمان و استدلال در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه کشیش افشین بر این نکته تاکید می‌کند که ایمانی که ارزیابی نشود ارزش باور کردن را ندارد. روزهای پنجشنبه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه با هم از کشیش تد سوارد که به ما آموزش می‌دهد که چطور می‌تونیم با هم و در کنار هم خداوند را پرستش کنیم و در کلام او تفکر کنیم. روزهای جمعه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه انجیل چیست از کشیش عزیزمان سهراب رامتین که به تعریف و کاربرد اون در زندگیمان می‌پردازد. روزهای شنبه با برنامه تعالیمی برای نوایمانان و حق‌جویان با کشیش ایرج همتی از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 دقیقه تا 8:30 دقیقه به وقت ایران با شما خواهیم بود.
بینندگان عزیز، همونطور که خدمتون گفتم در ادامه برنامه این ساعت در خدمت آقای حسن تهرانی هستیم. آقای حسن تهرانی در آمریکا شهرتشون هست، اسم کوچکشون تغییر کرده به آقای بیژن تهرانی. ایشون سردبیر سینما Without Borders هستند، سینمای فراسوی مرزها، و یک شخصیت صاحب نظر در امر سینما و به ویژه سینما ایران. آقای تهرانی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفتون. آقای تهرانی یه مقدار توضیح بدید سینما Without Borders یعنی چی؟ والا من میبینم که کار خودم در از کار فیلمسازی بوده و ولی ضمن کار نقد فیلم میکردم. خیلی اون موقع ها توی ایران این طرفدار همه ما نشته کاید و سینما بودیم، هرچند فرانسه نمیتونستیم بخونیم، ولی خب ترجمه مطالبش همیشه توی ایران بود که واقعا نشریه ای بود که باعث انقلاب تو سینمای دنیا شده، به خصوص سینمای فرانسه. همیشه این توی نظر من بود که آیا یه روز میشه کاری کرد در زمینه سینمای جهانی، نشریه اینجوری رو انداخت. تا اینکه وقتی به امریکا اومدم و اونجا طبیعتاً مشکلات زندگی و داستان‌های مختلف، زمانی رسید که به فکرم افتاد باید یه کاری تو زمینه سینما بکنم غیر از قضیه تدریسی که انجام میدم. و سینما Without Borders رو حدود 7 سال پیش به راه انداختم. کسی که خیلی کمک کرد که این پا بگیره یکی از دوستانی بود که خیلی حمایت مالیش کمک کرد در اوایل کار، آقای مهدی حاتمیان. و بعد هم بالاخره به هر شکلی بود این دنبال پیدا کرد. الان شاید یکی از مهمترین منابع قابل اعتناس در زمینه سینمای جهانی و سینمای دنیایی توی امریکا و بقیه جاهای دنیا، و یه نشریه اینترنتی ما تقریبا هر روز اینو آپدیت میکنیم و مطالب تازه میذاریم روش و طبیعتا مطالب سینما ایران هم هست روی. سوال من از شما بسیار سوال ساده است. سینمای امروز ایران رو چطور میبینید؟ داستان ضمن این که سوال ساده یه حکایت مفصلیه، به خاطر اینکه این موجود عجب و غریب این سینمای امروز ایران خیلی جنبه‌های مختلفی داره، مثل همیشه سینمای همه کشورها این خصوصیت رو دارن. اما ببینید یک واقعیتی که در مورد این سینمای امروز ایران میشه گفت اینه که این سینما اگر مقایسهش بکنیم با سینمای قبل از انقلاب ایران، ما یه سینمای محدود روشنفکری داشتیم قبل انقلاب، ولی خیلی محدود بود. سینمای غالب یه سینمایی بود که واقعا مفتزه بود، و طبیعتا این سینما سینماییه که خیلی رشد کرده به نسبت اون دوره، سینماییه که جهش خیلی بزرگی داشته. اما طبیعتا سالهای مختلف پیش اومد. ما میبینیم که وقتی فیلم جدایی نادر از سیمین میادش به امریکا، ما جبهه‌گیری های متعددی رو میبینیم که بعضی معتقدن این یک حکایت سیاسیه که امریکا میخواد همجور که از سیاست پینگ پونگ به چین نزدیک شد، از این طریق به ایران نزدیک بشه. جایزه حتی به این علت داده شده. حتی یه ده تا اونجا پیش رفتن که گفتن سازنده فیلم یه جاسوس جمهوری اسلامیه. یه ده به شدت فیلمو به عنوان یکی از آثار بزرگ سینما که هیچ اثری مثل اون خلق نشده بررسی کردن. همه این داستانا بود. درنچه سینمای ایران، البته ما فیلمای خیلی تجاری بی ربط پرت و پلام خیلی در ایران ساخته میشه البته، ولی رشد سینمای متفکر در ایران رشد بزرگی بوده. آیا این رو جمهوری اسلامی انجام داده؟ من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی اصلا دغدغه این که بخواد سینمای متفکرانه را بندازه
در پیش بود. اونا ممکن از یک جریانی که پیش میاد سوء استفاده کنن. ولی واقعیت اینه که شرایطی که دیگه سینماها فیلم آمریکایی نشون نمیدادن، از فیلم‌های خارجی در واقع خالی شده بودن، و اینکه خب تحول به هر حال انقلاب ضمن اینکه بدون اصلا ارتباط با جمهوری اسلامی باعث شد یه نیروهایی به وجود بیان که اینا به جوانایی که شاید در دوره قبلی حتی رشدشون یه مقدار انجام داده بودن بیان و یک سینمای جدید و نوعی برای ایران درست کنن. خب میدونین همیشه این صحبت هست که رژیم جمهوری اسلامی از این سینما خیلی سوء استفاده کرده و به تطهیر خودش پرداخته از طریق عرضه این سینما در فستیوال‌های مختلف. اما من فکر میکنم اگر یک کمی با واقع بینی به این قضیه نگاه بکنیم، بله اونا ممکنه این کار رو کرده باشن، حتی به این قصد هم این کار رو کرده باشن، ولی کجا شنیدید که یک کسی گفته باشه که آخ آخ من این فیلم آقای کیارستمی رو دیدم فهمیدم که چقدر این جمهوری اسلامی رژیم خوبیه و یا رژیم عادلیه یا رژیم هنرپروریه؟ اینقدر ابعاد خرابکاری این رژیم برای خودش زیاده که کسی اصلا به اون قضیه فکر نمیکنه. این لااقل من که در ارتباط با خیلی از منقدای فیلم هستم، مردم عادی که فیلم غیر امریکایی میبینن و منقدین حتی غیر امریکایی، تا به حال نشنیدم که کسی اومده باشه و شروع کرده باشه به اینکه دید دیگه نسبت به رژیم ایران پیدا کرده باشه به خاطر فیلمی که در یک فستیوال یا در یک جایی دیده. من این رو ندیدم، چنان که اگه برگردیم به تاریخ میبینیم یک سری از زیباترین فیلم های تاریخ سینما توی کشور کمونیستی درست شد. فیلم سازه بسیار هیچ کس به ستایش کمونیسم نشست، نه هیچ کس نگفت آه این رژیم کمونیستی هم بد نیست، آقا اینجوری که میگن اینا هم بد نیستن اینا خوبن، نه تأثیر تو اون نداشت. البته رژیم های کمونیستی خیلی سعی میکردن، همونطور که توی ورزش خیلی سعی میکردن، توی المپیک ها میدونیم که همه ژیمناستیک و شنا و جایزه ها رو درو میکردن، تو زمین سینمایی هم بعدشون نمیمد این کار رو بکنن. ولی انعکاس توی زمینه هنر اونقدر براشون تأثیری نداشت، اونقدر یعنی بازدهی برای اون رژیم ها نداشت به نفع اونها. یعنی که من شخصا نظر خودم، نظر دوستان دیگر رو رد نمی کنم. آدم هایی که این حرفا رو میزنن آدم هایی خیلی محترمی هستن، خیلی هاشون آدم هایی خیلی درستی هستن، ولی خب نقطه نظرشون اینه که این سینما رو باید بایکوت کرد به خاطر اینکه این سینما سینما ایران رو باید بایکوت کرد. کسی نباید در اون مملکت فیلم بسازه و کسی نباید برای این رژیم کار بکنه، چه این رژیم از اینها استفاده میکنه. این داستان هست متاسفانه. خب این قایه، ولی تمام سینماگران ایران و مجموعه سینما ایران رو که با این ترتیب نمیشه عامل رژیم تلقی کرد. شما فیلمسازان مستقلی داریم که با زحمات بسیار زیاد، با تحمل محرومیت های زیاد خب خلق میکنن، کارشون خلق کردنه. ما که هنرمندان خلاق کشورمون رو که نمیتونیم بایکوت کنیم، نمیتونیم تحریم کنیم، نمیتونیم بگیم اینا این تن دادن به استبداد رژیم، این خواست نهایی اون رژیمه که آدم مثل فرج الله سرحشور در واقع سکاندار همه چیز باشه در اونجا. نه نه، شما یه جوک قدیمی بود بعد انقلاب، این رو شنیدین یا نه، که توی مرز بازرگان، این بر مرز ایران بود، اون روبروش مرز ترکیه بود که اون فروشگاه لب مرزم بودن، یه عده از جوانای ایرانی رفته بودن از اون فروشگاه ترکیه یک ویسکی چیزی خریده بودن و مشغول مشروب خوردن بودن. رو به مرزبانای سپاه پاسداران میگفتن ماها مفسد الارضیم ولی این بر مرزی. حالا داستان خیلی از دوستان منقد در این بر مرز هستن، یعنی خیلی از شکایتایی که میشه شکایتایی که آقا چرا کسی اصلا در ایران فیلم میسازه، در این حد پیش میرن بعضی از دوستان. شما یه نشریه هست مال یکی از
دوستان بسیار خوب من بسیار نصیبی. مثل این میمونه که یکی بگی اصلا چرا کسی در ایران طبابت میکنه؟ خب هنر رو یه مقدار جدا میدونن، چون میگن هنر جنبه تبلیغی داره، هنر جنبه این داره که یک فرق میکنه با چیزی که نیاز آنی مردم. اگر فیلم ساخته نشه هیچ اتفاقی نمیفته در زندگی مردم، ولی این فیلم میتونه باعث تبلیغات یک رژیم اتفاق میشه. میفته ولی ما نمیبینیم اون اتفاق چیه. بله. من سعی میکنم نقطه نظر بقیه رو بگم، چون نشنم نقطه نظر خودم رو بگم. یه نشریه هست که یکی از دوستان قدیم و خوب من به اسم بصیر نصیبی که یکی از پایه‌گذارای سینمای آزاد بود در آلمان میگردونه به اسم همون سینمای آزاد یه همچون چیز. از نظر ایشون همه نوکر جمهوری اسلامی هستن و همه در حال خدمت به جمهوری اسلامی هستن. مثلا یه فیلمسازی مثل خانم بنی اعتماد که تحت فشار وحشتناک رژیم جمهوری اسلامی بوده، از نظر ایشون حافظ منافع مثلا جمهوری اسلامی. ببینید این ما یه مشکلی که داریم، خود من و یه بقیه، مشکل انصافه. یعنی شما دارین؟ من خودم هم این مشکل رو دارم متأسفانه. یه موقعی بی‌انصافی میکنم، مثلا با فامیلمون بازی ورق میکنیم، منو کت میکنن، دشمن سیاسیشون هم میشن. یعنی یه چیزایی هستش که توی زندگی ماها با خونمون عجین شده. دیکتاتوری صرفاً اون چیزی نیستش که حاکم نیست. آره خودمون هم هستیم. یعنی ما نمیتونیم بریم همون خودمون از دیکتاتوری بشوریم بیایم بیرون. دیکتاتوری هست با همون، تو حرف زدن با بچه‌مون هست، توی حرف زدن با فامیلمون هست، توی نمیدونم هر انتخابامون هست. خیلی زمان میبره که آدم اینقدر به خودش نگاه بکنه، دائما خودش رو ترمز کنه تا بتونه یه مقدار از این بیاد بیرون. ولی اینجاها میشه یه کاری کرد راجع به بی‌انصافی. یعنی آدم میتونه فکر کنه آقاشان من در ایران بودم، کارم فیلمسازی بود، فرصتی پیدا میکردم که راجع به یک موضوعی فیلم بسازم و این موضوع رو مطرح کنم، آیا این کار میکردم یا نمیکردم؟ اون موقع به خودش جواب بده و بعد ببینی که آیا اثر این فیلم که الان ساخته شده، حتی فیلمی که توسط کسایی که خیلی نزدیک حتی به خود رژیم هستن، مثل فیلم های آقای مجید مجیدی، فیلم هایی که خیلی اتفاقا در روشن کردن این که توی اون جامعه در زمینی فقرشی میگذاره، فیلم هایی بسیار موفقی بودن. یعنی این نکات خودش خیلی مهمه. البته در مورد سینما ایران مسائل دیگری هم هست. شما میدونید ما یه بزرگی داریم در سینمای دنیا مثل عباس کیارستمی. عباس کیارستمی چه ما موافقش باشیم چه مخالفش باشیم، آدمی که الان در حد کوروساوا، در حد تروفو بهش نگاه میشه، حتی گاهی بیشتر از اونها. یعنی این آدمی که موندگار خواهد شد تو سینمای دنیا. الان هم هر چی میسازه، حتی اگه فیلمش پرت و پلان باشه، فیلم بهبه و چهچه میشه راجبش به خاطر این قضیه. البته نظر خود من راجب فیلم نسخه برابر اصلشون که اصلا فیلم خوبی نبود به نسبت بعضی کارهای دیگه. نکته که من با ایشون دارم چی؟ ایشون فیلمسازی که به مسائل انسانی میپردازه به قول همه، و مطلقا هیچ کاری با کار مسائل سیاسی و مسائل روز و اینا نداره. خب شما وقتی به عالم هنر، به تاریخ هنر و ادبیات دنیا نگاه میکنید، میبینید تعداد بسیار زیادی هستن از هنرمندان که اینا به مسائل سیاسی کاری نداشتن، روی مسائل انسانی، فردی و عاطفی کار میکردن و کسی هم نیومد بهشون خورده بگیره. ولی یک جایی هست شما در یک موقعیتی قرار میگیری که روی قایقی نشستی، اطرافت آدم‌ها دارن غرق میشن تو آب، دیگه نمیتونی به مطالعه روزنامه‌ات ادامه بدی، بگی من به مسائل اونها دیگه کاری ندارم، اینها به علت مسائل سیاسی دارن غرق میشن، اینا مسئله من نیست. آقای کیارستمی در اوج
تمام داستان‌هایی که بر سر فیلمسازای ایرانی در اومده به جز یک بار که یک جمله خیلی کوتاه اونم در واقع تبلیغ فیلم خودشون توی فستیوال کن بود صداشون در نیومده. خب این از نظر من جای سوال داره، ایشون رو به عنوان یک فیلمساز زیر سوال نمیبره، به عنوان یک انسان زیر سوال میبره، چون ما خب هم فیلمسازیم کسی که فیلمساز انسان هم هست، در حالی که در مقابل جعفر پناهی قرار میگیره که سیستم حتی بهش محکومش میکنه که حتی اجازه فکر کردن هم نداری. دقیقاً، یعنی ما نمیگیم که ایشون رفته چه کارهایی کرده که تونسته، نه ممکنه هیچ کاری هم نکرده در زندگی، ولی یک جوری رفته آسیبی آسبرو که هیچ شاخی در راهش نباشه. و فیلم های ساخته در مورد بچه هایی که دارم خونه شون رو گم میکردن، مشقشون رو نمینوشتن، نمیدونم داستان های مختلف اینجوری که خیلی هم زیبا کار کرده همه اینها رو، ولی خب چیزی نبوده که کسی رو آزار بده. آقای تهرانی، بعضی از فیلمسازهای ایرانی هستن که صریحا اعلام میکنن که از فیلمسازی اصلا خوششون نمیاد ولی فیلم میسازن و فیلم های موفق میسازن، مثل بهمن قبادی. از شما دعوت میکنم که یه چند دقیقه با هم نگاه کنیم به گزارش یورو نیوز از یه مصاحبه کوتاهی کردن با آقای بهمن قبادی، با هم نگاه کنیم ببینیم که سازنده فیلم فست آخرین فست کرگدن درسته و فیلمی که به زودی روی اکران خواهد اومد در آمریکا هم، ببینیم که چرا این اظهار نظر میکنه. با هم نگاه میکنیم. فصل کرگدن آخرین فیلم بهمن قبادی در فستیوال تسالونیکای یونان نمایش داده شده. پیشتر بهمن قبادی کارگردان کرد زبان ایرانی با دو فیلم گربه های ایرانی و زمانی برای مستی اسبا موفق شده در فستیوال های جهانی جوایزی را کسب کند. خبرنگار یورو نیوز موفق شد با بهمن قبادی درباره فیلم آخرش و شرایط یک سینماگر در ایران صحبت کند. سلام آقای قبادی، درباره آخرین فیلمتان، در واقع این اولین فیلمی است که بعد از ترک ایران ساخته اید، کار کردن آن هم برای اولین بار خارج از کشور چگونه بود؟ مشکل بیشتر احساس ندانستن زبان بود یا بیشتر نوع متفاوت زندگی در اینجا؟ اولا میخوام بگم که من ایران رو ترک نکردم، مجبورم کردن که از کشورم برم بیرون و خیلی سخته فیلمسازی در کشوری که زبانشو بلد نیستی، فرهنگشو نمیشناسی. اون فیلم باستا به وضعیت روحیم در اون موقع و هیچ شبیه فیلمای دیگه هم نیست و کاملا فیلم شخصیه. در جریان جشنواره کن امسال موفق شدم با همکارتان اسخر فرهادی گفتگو کنم. برای اون مشکل سانسور و محدودیت‌هایی که در ایران هست خیلی برآمده از نظام و قوانین ها نیست. بعضی از این سانسورها توسط خود فیلمسازان و بدون اینکه نسبت به آن مطلع باشند روی میدهند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ همیشه میگم خود ما تبدیل شدیم به سانسورشیپ‌های خطرناک‌تر. چون نه اینکه بخوایم سانسور بکنیم خودمونو، سیستم و فشارهای وزارت ارشاد یا فرهنگ ایران طوری به سمتی تو رو به سمتی میبره که خودتو سانسور کنی، محکوم به اعدامی میشی که اعدامت نمی کنن ولی در بیرون طوری تو رو تربیت میکنن، به مسیری میبرن که خودتو اعدام بکنی. ایران وضعیت چنین آدمی رو داره، محکوم به مرگ که تیربارون شده ولی تیر به قلبش نخورده، فعلا چند جای بدنش زخمی و افتاده و باید اینو دوباره بلندش کرد. زمانی که مجبور شدید سرانجام کشورتان رو ترک کنید باید خیلی به شما فشار آمده باشد، مثل تحمل یک وزنه سنگین روی قلبتان. همیشه احساسم اینه که احساسم 3-4 سال اینجوری بود، الان یه ذره فشار کمتر شده که یک دستی اینجوری رو منه که داره منو خفه میکنه. این فیلم منو
این سنگینی رو از من، بخش بزرگی از این سنگینی رو از رو دوش من برداشت. الان نفس راحت‌تری می‌کشم. شما یک دفعه گفته بودید که از سینما متنفرید و درست بعد از آن سینما به حرفه‌تان بدل شد. برای شما کارگردانی به چه معناست و چه انتظاری از رسالت خود دارید؟ چه چیزی به شما انرژی و انگیزه می‌دهد؟ می‌دونم یه انرژی در من هست که فکر می‌کنم مال تمام مجموعه خاطراتی که از بچگی دارم، تمام اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده تبدیل شده به یک انرژی که پتانسیل الان در من و خیلی وقتا دیگه منفعل میشه و به فعل در میاد و تبدیل میشه به فیلم. انرژی سرزمینمه، انرژی جغرافیامه، انرژی فرهنگمه، انرژی مردم کرده، سرخوردگی که مدت ها داشتیم، ناامنی از جای ثابت نداشتن، جای ثابت نداشتیم که بمونیم. این تبدیل شد به یک موومنت، به یک حرکت. و آره، عاشق سینما هیچ وقت نبودم و واقعا نیستم و خیلی وقتا تنفر دارم از سینما، چون خیلی شرایط سخته، شرایط فیلم سازی سخته برای من. هیچ وقت یادم نمیاد که خوب راحت فیلم ساخته، هیچ وقت یادم نمیاد یه صندلی داشته باشم و نشسته باشم و یک شات بگیرم. هیچ وقت نداشتم اینو، هیچ وقت نداشتم صندلی که روش بشینم تو اینجا باشه بگم اکشن. نیبر هیچ وقت. بله، ولی سینما مهم است. به نوعی راوی داستان هاست و چهره کشورتان رو معرفی میکند. پنجره ای سو به جهان از وقایع جاری درون ایران و دغدغه های ایرانی ها. تماشا و تولید فیلم های ایرانی به نظر شما مهمند؟ میدونم که اینجوریه و به این دلیل دارم ادامه میدم. سینما و دوربین مثل یک اسلحه است. دوست ندارم اسلحه دستم بگیرم، خیلی وقتا دوست ندارم، ولی اسلحه دستمه و باید از سرزمینم دفاع کنم، باید از داستانهای آدمهام و خودم و سرزمینم به بیرون چیزی رو بازتاب بدم. از لحظه‌ای که فکر میکنی، برای فکر کردن الان اجازه میخوان تو دولت ایران. فکر بعدی چیه؟ باید بگی بد بنویسی. این سوالی که دولت ایران میکنه، سناریو رو باید بدی، ماها سالها باید منتظر بشی مجوز بدن، ماها سالها باید پول احمقانه پیدا کنی، زمان شوتینگ میترسی کیکی نیاد، کنترلت نکنن، جاسوسی، مامور دولتی، تموم که شد مجوز میخوای که فیلمو نمایش بدن، بعد مجوز میخوای که فیلمو بفرستی برای یک فستیوال، برای یک کانال. یعنی همه چیز ترس و وحشته، خفقان مطلقه. خب این دیگه چه لذتی میخوام ببرم من از سینما؟ بهار عرب را داشتیم که موجب صحنه‌گونی برخی از رژیم‌های عربی شد. با این حال شاهد یک بهار فارسی قدرتمند نبودیم. آیا به نظر شما امید به تغییرات در ایران هست؟ من اعتقاد دارم که بهار فارسی، بهار ایرانی، چون فقط فارس نیست، ایران فقط فارسا نیستن. فارسا بخش کوچیک از ایران را تشکیل میدن. ایران یعنی کردها، ترکها، لورها، بلوچی ها. بهار ایرانی میتونست خیلی قوی تر از اون چیزی که بود باشه. به نظر من از بیرون و داخل انگار یک دستایی اومدن و خفش کردن و هیچی نیومد دفاع کنه. من اعتقاد دارم که این بهار ایرانی، بهار کردی، بهار بلوچی، بهار ترکی، اینها به زودی سر بلند میکنن و همیشه میگم خدا کنه قبل از این که بهار غریب ایرانی دوباره شروع بشه، به شکل جدیتر خود سیستم کاری کنه که آنچه حق طبیعی هر قوم و هر ایرانی که هست داده بشه بدون هیچ خونریزی. Mr. Gobadi, thank you very much for taking time for me. Thank you. Thank you too. And good luck for your project. Thank you so much. Thank you so much. خب آقای تهرانی، ملاحظه فرمودید که در یک گفتگو، یک گفتگوی سینمایی، مصاحبه‌گر نمیتونه با توجه به اوضاع ایران از این سینماگر پرسش نکنه در مورد دقیقاً رفت تو مسئله سیاسی و پرسید چرا این اتفاق میفته و بهمن قبادی در این حال ابراز میکنه که از کارش خوشش نمیاد، شاید به این علت که این کار زحمتش خیلی بیشتر از نتیجهشه. خب ببینید، شرایطی که توی ایران فیلم ساخته میشه به خصوص شرایط بعد انقلاب شرایط خیلی سختیه. شرایطی که همطور که بهمن قبادی میگفت، شما از سر صحنه، از قبل که اصلا بخواید سناریو تصفیه بشه، نمیدونم بعد سر صحنه جاسوس بیاد جاسوس نیاد، اذیت نکنن، فیلم بعدی رو متوقف نکنن،
بعد فیلمی که تموم شد یک حکایتی گرفتن مجوز، بعد برادران بسیجی نرن جلوی وزارت ارشاد، میرن تازگی ها اونجا تحسن میکنن که جلوی فیلم ها رو بگیرن، یک حکایت غریب و مسخره و سورئالیه فیلم ساختن در ایران، و به خصوص برای کسایی که فیلماشون مثل فیلمایشون یک مثل فیلم آقایی یک مفهوم اجتماعی داره، که فیلمساز بسیار خوب و آقای قبادی بسیار بسیار فیلمساز خوبیه و کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد. بله، فیلم خیلی قشنگ و من میبینمش که میره تو راه فیلمسازایی مثل میلوش فورمن و اینها، یعنی فیلمسازای بزرگ جهان که مهاجرت کردن از کشور خودشون. انشاءالله شرایط کمی راحت تری رو بیرون از ایران میتونه باش زندگی کنه. راجب سانسور که گفتن، خب سانسور یک جزئی از سینما ایران بوده از سالیان سال در همه موارد، و اینا بعد انقلاب هم که خب شدت خیلی بیشتری گرفته. یکی از چیزهایی که برای من سخت همیشه تماشای فیلم های ایرانی اینی که توی صحنه های داخل خونه میبینیم که خانم ها روسری سرشونن. این اصلا یه جوری من عذاب میکشم وقتی این رو میبینم، انقدر بی ربط و بی معنیه، یعنی تلخ میکنه دیدن بقیه فیلم ها برای آدم. ولی حضور زنها با تمام این محدودیت ها در سینمای ایران، چه در جنبه تهیه کنندگی، کارگردانی و هنرپیشگیش کاملا درخشانه، یعنی دقیقاً حضور فوق‌العاده درخشانه که اصلا مورد دلخواه این سیستم نیست. به همین جهت آقای فرج الله سلحشور به ذکر بدترین واژه ها نسبت به زنان هنرپیشه ایرانی و هنرمند ایرانی، اصولا زنانی که دستن در کار سینما اصلا مبادرت میکنه. اون آقای سلحشور به خاطر این اسم فامیلیش فکر کردن آدم شجاعی گذاشتن یه کار رو بمیسن، ولی به طور کلی خب آدم بی سواد بی فرهنگ تنها چیزی که این رژیم کمبود نداره از بابتش در دوربر خودش. ولی شما براتون بگم، ما به طور قطع بیشتر از امریکا فیلمساز زن داریم در ایران، و فیلمساز زنی که چند تاشون مثل همطور گفتم فیلمسازای مثل خانم بنی اعتماد، فیلمسازای فوق‌العاده خوبی هستن، و این داستان هست در زمینه کار نویسندگی، در زمینه بازیگری چه بازیگرهای خوبی داریم. این فیلمی که در AFI فستیوال AFI فست بود امسال از خانم لیلا حاتمی بازی میکرد، والا شده از خود فیلم که زیاد فیلم غریبی بود، بازیگری فوق‌العاده و درجه یک. حضور زنهای ایرانی اخیراً در فستیوال‌های بین المللی و جهانی خیلی زیاد شده، و اینها وقتی شرکت میکنند در این فستیوال‌ها هیچ تفاوتی ندارند با هیچ زن آمریکایی، زن اروپایی، و به هر حال با چهره‌های فوق‌العاده درخشان میان. آخرینش ترانه علی دوستی است که در فستیوال فیلم ویتنام شرکت کرده. حضور زن‌های ایران با همه این محدودیت‌ها در فستیوال‌ها آیا یه امر تحمیل شده به سیستم یا نه سیستم از موقعیت حضور بانوان سینماگر ایرانی استفاده تبلیغاتی میکنه برای خودش؟ ببینید، این شمشیری که از دو سو میبره، یعنی حالا ممکنه در ذهنیت این حضار که ما نیستیم، ولی این رژیم اینقدر کار عجیب میکنه. من یادم خاطره دارم خیلی غریبه، من با یک آقای در یک کمیته ای آشنا شدم که ایشون بازبینه تئاتر بودن که تئاتر رو بهش اجازه بدن که این تئاتر رو نمایش داده بشه. ایشون نابینا بودن و یک نفر در گوششون صحنه ها رو تعریف میکرد که ایشون تصمیم بگیره این تئاتر میتونه نمایش داده بشه یا نه. من به این رژیم با آقای سلحشور و آقای نمیدونم این داستانا رو کم نداره، و این تصمیم گیری ها ممکنه که بله فکر کنن که بگذار برخلاف اون چیزی که راجع به قضیه زن در ایران گفته میشه،
ما این خانم رو داشته باشیم تو این فستیوال ها با این بدون حالا نرم حجاب ظاهر میشن یا نه، که این جنبه رو ما خونسا کنیم. ولی خب نتیجهش چیز دیگه است، نتیجهش اینه که مردم میبینن این نیروی مبارزه‌ای که در زنای ایرانی هست. شما غافل نشین که گلشیفته فراهانی تبدیل شد با، حالا اصلا مهم نیست کاری که کرد، به نظر من گلشیفته فراهانی تبدیل شد به یک مقابله اساسی با این رژیم و به هم جهت تو ذهن همه دائما میاد و به نظر من بچه بسیار باهوش رو. البته فکر میکنم موقعیت گلشیفته با فیلم صبوری، بله، فیلم افغانی صبوری به مراتب بالاتر باید رفت و موقعیت درخشانتری رو در مسلمن سینما پیدا میکنه. اینجا شما فکر نمیکنید؟ مسلمن من فکر میکنم که گلشیفته از استعدادهای فوق العاده سینما ایرانی که ما از این استعدادها کم نداریم توی سینمای جوان ایران، توی بازیگرای فوق العاده خوبی داریم، فیلمسازای خوبی داریم، فقط امید اینه که اینها بتونن راه خودشون رو پیدا کنن. الان متأسفانه سینما ایران با دشواری‌های بسیار بسیار زیادی روبرو شده. اگه قرار باشه یه مقایسه کلی اجمالی بکنیم بین سینمای قبل از انقلاب ایران و سینمای بعد از انقلاب ایران، اینا در چه وجوهی با هم مشترکن و در چه جاهایی با هم تفاوت دارن؟ به نظر من تفاوت بسیار بسیار اساسی. اولا اینو براتون بگم، سینمای قبل از ایران ما توش یک سری فیلم‌های بسیار خوب داریم که اون فیلم‌ها خیلی محدودن، البته اصلا هیچ ربطی ندارن به بقیه اون سینما. کارهایی که شروع میشه از کارهای آقای فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و بعد فیلمسازای خیلی زیادی هستن که کار کردن، پرویز کیمیاوی، خود آقای پرویز صیاد به عنوان تهیه کننده و هم کارگردان، بعد لیست بلند بالایی، یه هجیر داریوش، اینا فیلم هایی ساختن که، ولی این فیلم ها بالکل در حاشیه بودن و سینمای اصلی اون سینمای مبتذل تنفر انگیزی بود که حاکم بود تو سینما ایران. این هیچ ربطی نداره به سینمای بعد انقلاب. سینمای بعد انقلاب هم البته یه سری فیلم های از اون دست داره تو خودش، کم نیستن اون فیلم ها، ولی اکثریت فیلم ها با فیلم هایی هن که حداقل مثلا یه فیلم خیلی تجاری است به اسم آبی. این فیلم انقدر خوش ساخته که همیشه وقتی من این فیلم رو میبینم میگم چه بر سر این فیلم ساز اومد، چون واقعا در حد فیلم های خیلی خوب تجاری دهه 60 سینمای فرانسه است. خیلی از این استعدادها میبینیم قبل انقلاب، بعد انقلاب، که قبل انقلاب متاسفانه تو اون سینمای حاکم وجود نداشتن. البته گفتم حساب سینمای روشنفکرانه و سینمای خوب ایران رو قبل انقلاب باید بالکل جدا کرد از بقیه این سینما و یادمون باشه که در تلویزیون کسی که کمک کرد به اینکه اندیشه های نو بیاد توی سینما و به نوعی کمک کرد به سینمایی که رشدش رو بعد از انقلاب کرد، آقای رضا قطبی بود که به نظر من شما هر فیلمساز معتبری که نگاه میکنید ببینید در تلویزیون تو اون دوره یا شروع میکنه یا کارش به اوج میرسه و خیلی از فیلمسازهایی که بعد انقلاب میان کسی این که از سینمای آزاد شروع میکنن. این چیز کلیه راجع به این دوتا سینماست که به نظر من هیچ ارتباطی به هم ندارن. خب آخرین فیلمی که به نظر شما در خور توجه هست از بین کارهایی که در آمده کدوم کاره؟ من متأسفانه همه کارهای جدید رو ندیدم. یک فیلمی دیدم که به اسم آخرین پله و فیلمی بود که توی ایفای فست نشون داده شد، ساخت بسیار زیبایی داره ولی فیلم اصلا مثل اینکه فارغ از اون مملکت ساخته شده، اصلا مثل که توی یک جای اتفاق میفته که هیچ ربطی نداره به اون فضای بیرون. این چیز ترسناک فیلمه، وگرنه فیلم خیلی خوش ساخت و خوبیه. من خیلی منتظر فیلم آقای قبادی هم که ببینم آخرین فصل کرگدن.
خیلی خیلی دلم میخواد این فیلم رو ببینم، به خصوص که بهروز وثوقی هم در اون نقش آفرینی میکنه. بله و امیدوارم که هرچه زودتر روی اکران بیاد و بتونیم شاهد تماشاش بشیم. از شرکت شما در برنامه امروز بسیار سپاسگزارم، تشریف آوردید، در خدمتتون بودیم. بینندگان عزیز، در آخرین قسمت برنامه امروز قطعی هست به نام خدا، در واقع به خدا، از آقای فواد حائری، با هم به اون نگاه میکنیم. من به اتفاق آقای حسن تهرانی یا بیژن تهرانی در همین جا به شما روز بخیر. سرمون میاد، چرا انقدر به جون هم افتادیم؟ یه جورایی انگار دیگه هممون به جنگ و دعوا معتادیم. دنیا دنیای بدی شده، دیگه کسی دنبال صلح و خنده نیست. تا یکی به جایی میرسه دیگه خدا رو هم بنده نیست. قحطی مرهم و سینه های هممون پر درده، هر کسی دور خودش میگرده، انگار یه چیزی گم کرده. قصه حسین کرد و همه از برن، اما تو دستشون کاسه چه کنن؟ گفتم دیگه من هیچی نگم میبسم، اما باز دیدم نمیتونم. یکی گفت این حرفا دیوونگیه، گفتم آره ولی کفر نیست، مثل خیلی از شعارهای تو خالی و شعرهای موف نیست. تو این شلم شوربایی که هر کی داره ساز خودشو میزنه، هیچکی حاضر به گوش دادن نیست. آخه اینه که درد منه. بحث سیاسی نمی کنم، با بزرگا کاری ندارم، حرفم راجب خودمونه. هر کی خودشو درست کنه این هممونو به جای بهتری میرسونه. برای اوم هنوز نفهمیدیم چه کاری خوبه چه کاری بده، عوضش همش تو نخ دیروز رفته ایم و فردایی که هنوز نیومده. اونی که رفته دلشو گذاشته و اونی که مونده میخواد بره. یکی همیشه در به دره و یکی چشم به در منتظره. برادر فروشی و آدم کشی شده دیگه رسم زمونه. دو کیلو گوشت و یک گونی برنج میخواد که دیگه هیچ مردی رو حرفش نمونه. عرب میشه وحشی و ایرانی کوه فرهنگ وقتی حرف نمازه، اما وقتی بحث زن میاد بمیم میگیم تا چهارتاش مجازه. طرف رگ گردنش میشه این هوا که چرا قرآن رو سوزوندین. خدایی چند تا از حرفایی که قرآن زده رو به عمل رسوندیم. روز با صد تا دختریم و شب به خواهرمون گیر میدیم. از اون بر دوست دختر فابریکمون میره پیش دکتر واسه ترمیم. مهرم حلال جونم آزاد مال زمان جد و آباد منه. سکه که بالا رفته الان میگه نون تو طلاق گرفتنه. زور که بالا سرمون باشه عقیده هامون میشه بی اعتبار. دروغ میشه کلید رهایی و خیانتم راه فرار. درد ما جنگ هسته‌ای نیست یا کوروش که داره از یاد میره. درد ما وجدانه که هر روز سرش داره به باد میره. مقصد کجاست که نمیرسیم؟ کدوم پل شکسته؟ چرا هیچکی راضی نیست؟ اگه یاد بگیریم تو لحظه زندگی کنیم دیگه نیازی به این همه بازی نیست. قیصر امینپور گفت ساحل بهونه است، رفتن رسیدنه. یعنی طول زندگی بی ارزشه، ارزش زندگی کردنه. هدف رفتن و کامل شدنه، چون هممون از اونیم. اما اینکه کی و از چه راهی برسیم رو به خودمون مدیونیم. نمایشنامه رو یکی دیگه نوشته، اما من و تو بازیگراشیم. اگه نقشمون رو درست بازی نکنیم همون بهتر که نباشیم. تقدیر رو قبول دارم، نمیشه دستت بهش، اما سرنوشت رو که میشه دوباره از سرنوشت. بیام اینقدر به تمدن 2500 سالمون ننازیم، بیام تاریخ و فرهنگ رو از نو همین جا همین الان بسازیم. آزادی و دموکراسی آسی نیست که کسی یه دفعه واسمون رو کنه. دموکراسی رو هر کی باید اول از خونه خودش شروع کنه. کینه ها رو که دور کنیم خدا مرتب به خونه دلامون سر میزنه. اگه آروم بگیریم و خوب گوش کنیم میشنویم همیشه داره در میزنه. ما همه از اون چشمه رحمتیم که همیشه آغوشش بازه. چی میشه که نمیتونیم همدیگه رو ببخشیم؟ اینه که واسم یه رازه. نماز روزه تکمیل، حج و کربلا رفته، اما چی کار کردی؟ نون به سفره رسوندی؟ پشت مظلومی وایستادی؟ پیاده ای رو سوار کردی؟ ایناست که راه نجاته، نه پیشونی های پینه بسته. هرچی دلا و راست شدی اگه دلی رو شکوندی از کیسه رفته. هیچی درست نمیشه مگه اینکه اول به خودمون برسیم.
بارهامون رو زمین بذاریم و دستامون رو به دست هم بدیم. اگه به خودمون بیایم میفهمیم که چه نیروی تو وجودمونه، نیرویی که به ما فرصت خلق و تغییر میده، ما رو به خدایی میرسونه. سرتو درد آوردن، اما جون فؤاد به حرفان فکر کن. اگه فکر کردی و حال کردی، بعدش تو فیسبوکت شیر کن.